استاد عزیز و گرانقدرم جناب آقای یزدان را مجدد سلام میکنم. خوبی؟ خسته نباشید. تقریبا ساعت 6 بعد از ظهر سالن به اصطلاح فرانسوی بهمن تشریف آوردین و مسابقه استان تهران. چطور بود مسابقه؟ سالن چطور بود مسابقه؟ نه کلا فضای مسابقات شرکت کننده ها. بله الحمدلله خدا شکر آرزویی که همیشه برای جامعه پرورشنده بود ما اینجا محقق میبینیم، چون میبینیم هم موزیک هست، هم مسائل هنری سرش میاد خاطر، هم اینکه داوری، هم مدیریت مسابقه و مکان مسابقه که توی فرهنگ سرای و نشیدرده اینه که ورده نه وقتی ما میگیم فرهنگ و وردش و خونم در یه راستا قرار میگیره. واقعا ما امروز اینجا مشاهده کردیم جمع این استودیو سالن فرهنگ سرا شرایطی که داشت میزبانی که از جامعه پرورشنده بود، چون امروز اکثر قهرمان های پرورشنده و داورا و مربی ها و تیم ها و اسپانسر ها همه حضور داشتن، به خوبی هم پذیرایی شدن، بهترین صندلی ها هم گیرش اومد و متوقعا به نحو احسن در 4 زله برگزار شد. البته من یه عذرخواهی بابت اون مسابقه ما تو به اصطلاح بازبینی تیم ژنسار به شما بدهکارم، چون شما اون روز زیاد شرایط مناسبی برای صحبت نداشتین به خاطر جراحی لثه و دندون، با بافشاری من ایستادی کردین و صحبت کردین، بابتش عذر میخوام، از شما ممنونم. ولی خب چیکار بکنیم، شما تو دل همه ما جا داریم. ما سه دقیقه هم میبینیم میگن آقای یزدان راد اومده، میدونیم بیام یه عکسی فرصت صحبتی. نه من خیلی ها اینجوری هم آرزم خدمتون که فضای حاکم امروز به بدنسازی پرورشندام رو به صورت کلی چی میبینیم؟ مثبت میبینیم؟ بدنسازی پرورشندام یه خودش یه مقوله ایه، نه تا مردش یه مقوله هم فرهنگی، یعنی نفوذشو در تمام سطوح جامعه ما داریم مشاهده میکنیم. الان هنرمندا و مدیران کشور و کسانی که دستی بر هر مدیریت در هر جایی دارن باید با تن سالم و تندرست بتونن وارد اون سطح مدیریت بشن، و چون ورزش ما راحت ترین سهل و بزرگ ترین راه برای رسیدن به سطوح آماده جسمانی، من فکر میکنم که فضای حاکم بر ورزش ما همین فضای عمومی جامعه است. ورزش ما انقدر پدید از تو جامعه، یعنی آمادگی جسمانیه آماد جامعه 780 میلیون ایران و چسبیده شده ورزش ما، تندیده شده در هم. حالا اینکه کاری نداریم به مسابقه این بچه ها در سطح بالا دارن مسابقه میدن، ولی معمولا داریم میبینیم که تمام افرادی که در جاهای مختلف کشور مشغول فعالیت هستند به طریق باشگاه بدنسازی ساعتهایی در روز رو میگذرونند. تقریبا با آماری که آقای سلطانی امروز از باشگاه های توی ورزشی تو کشور داد من متوجه شدم که یه چیز حدود اگه شما نکنمشون گفت 35,000 تا باشگاه ورزشی تو ایران داریم. 35,000 باشگاه ورزشی تو انواع رشته ها داریم و یه چیزی حدود 60% اینا بدنسازی و پرورش اندام و فیزیک و فیتنس هست. یعنی یه عدد خیلی بزرگی میشه استاد من که میگه که آقا همین لحظه که من شما با هم صحبت میکنیم از هر خانواده حداقل یک نفر خانم یا آقا فرق میکنه درگیر این رشته شده، یعنی تو تمام خانواده ها نفوذ پیدا کرده، شاید به جایگاه واقعی خودش نرسیده. یه زمانی بود شما تو زیرزمین تمرین میکردین، مسابقه میدادین، ممنوع بود. به قول شما الان داشتیم با یکی سرفراز و سادی بودیم، رنگ بدنم ممنوع بود. و اگه قرار بود که استاد یزدان راد بره یه باشگاه تمرین کنه قیامت میشد، تو اون باشگاه جای سوزن انداختن نبود، با همه اون محدودیت هایی که بود همه میدن نگاه میکردن. الان اون محدودیت نیست، ولی ما خب پخش تلویزیونی نداریم، ارتباطمون با دانشگاه احساس میکنم هنوز ضعیفه، یعنی با جامعه پژوهشی ما ارتباطی نداریم، با جامعه شناسا ارتباط خوبی نداریم، چون به هر حال این ورزش یه ورزش فقط دمبل زدن نیست. فکر میکنید چیکار میشه کرد که اینا یه مقدار گسترش پیدا کنه؟ سلطانی نجات که مسئولیت فرورشنده مونتان تهران درست گفتن، چون خود چهره دانشگاهیه، آمار هم درست گفتن، حدود 40,000 تا باشگاه ورزشی در سراسر کشور، حالا نهادها، ارگانها، بیمارستانها، پادگانها، ادارات سوا
اونا هم بخواهی جمع بدنی شاید بشه 80,000 تا باشگاه ورزشی که یعنی فضای ورزشی و از اینا حدود 60-70 درصدش مختص بدنسازیه با هالکر و دمبل و امکانات تیاریکس و اینا هم که فیتنس و اینا هم اجازه ورزشی های رشته ما میشه حتی رشته های بسکتبال، والیبال، تکواندو، فوتبال، کاراته اینا هم همشون به طریقی باید بیان تو باشگاه بدنسازی سطوح قدرتی و توان و استقامتشون ببرن بالا پس بنابراین 100% باشگاه ها هست یک دومی که این که میفرمان که چجوری ارتباط با دانشگاه برقرار بشه این ارتباط ما دو دهه قبل تقریبا که ورزش به سمت علمی شدن میرفت حدود دهه 70 سالهای دهه 70 و اوایل دهه 80 که طرح جامعه ورزش تو برنامه تو توسعه برنامه پنج ساله سوم هر جامعه ورزش نوشته شد و سال 82 آقای مهرعلی زاده ابلاغ کرد و نهادینه شد از همون موقع ورود جدی دانشگاه و مسائل علمی در ورزش مشاهده کردیم و ما هم تو اون قضیه پیش قراول بودیم و یعنی بچه های ما رشته ما بودن و حتی در دروس دانشگاهی مثل آناتومی، مثل فیزیولوژی، فیزیولوژی کاربردی، حرکت شناسی از این انقباضات ایزومتیک، انقباضات ایزوتونیک، راجب بیوتومکس، راجب اسید لاکتیک راجب هر چیزی که استاده میخواد مثال بزنن از ورزش ما مثال میزنن یعنی میخواد انقباض ایزومتیک مثال بزنه از مثلا حرکت جلوبازی داره مثال بزنه استاد شاید میتونه ولی نمیتونه تشریح کنه توی شنا چجوری میتونه انقباض ایزومتیک در شنا این ملموستره برای شنونده بله ملموستره هم برای شنونده هم برای هنرجوی دانشگاه هم برای بیرون چون حرکت های ما انقباض از شروع انقباض های مثال هر حرکت مشخصه شروع تا خاتمه حرکت میتونی کاربردتری مثلا انجام شد دومی که در محیط های دانشگاهی چون بخش های مختلف ورزش هم از روانشناسی آسیب شناسی، حرکات اصلاحی اینا هم منظم میشه به فیزیولوژی ورزش و علم تمرین اینا میتونه که گسترش بده سیستم ورزش ما رو ورزش ما هم در خدمت دانشگاه باشه و همینطور هم هست الان واحدهای دانشگاهی مثل کاراته، مثل بسکتبال، مثل والیبال شنا تو دانشگاه وجود داره بدنسازی هم تو بعضی دانشگاه های پیام نور و بعضی دانشگاه های آزاد شروع شده واحدش و من به جد میخوام از مسئولین تربیت بدنی وزارت علوم و دانشگاه آزاد تقاضا میکنم که بدنسازی واحد بدنسازی و دو تا واحد حداقل دو تا درس سه واحدی یا سه تا درس سه واحدی یا سه تا درس دو واحدی که میتونه اصول ابتدایی ورزش توضیح بده برای دانشجو بذارم و مطمئنن بیشتر نتیجه میگیرن و میتونه توسعه سلامتی در آهاد جامعه شامل باشه در حوزه اینکه میگه خب ما در زمان در زیر زمینه تمرین میکردیم و اینا بعد اون فنری که رو ما بود اون فشاری که ما تحمل کردیم محدودیت هایی که بود باعث شده که پیشرفت کنیم همیشه محدودیت باعث شده که افراد برن دنبال منابعی که بتونن از اون محدودیت در بیارن شرایط سخت باعث شده که آدم نموهاش نشون بده و اون شرایط سخت نسل ما باعث شده که ما بتونیم در دهه 80 انفجاری در فعالیت شروع کنیم و در دهه 90 هم که ببینید دهه 90 شمسی نمیداد ببینید که الان در تمام رشته های پرورش اندام که شما اشاره کردید رشته های پرورش اندام خود شامل بادی بیلدینگ بادی کلاسیک فیزیک کلاسیک و فیزیکه یعنی چهار تا رشته است که به افراد مختلف نسبت به تیپ‌های بدنی مختلف یعنی استخون‌بندی های لگن پدر پای بلندتر شونه کمتر بدی و استخون‌بندی داره که انتخاب این رشته میشه و توده عضلانی و دیگه به فیبرهای تند و فیبرهای تند عضلات داره که طرف انتخاب میکنه و توی این چهار تا رشته ورزش ما فعالیت میکنه ضمن که فدراسیون ما خودش 8 رشته داره 4 تا رشتهش اینایی بود که گفتم یکم پاورلیفتینگ که قدرتمندترین ورزش دنیا یکی قوی ترین مردانه یکی هم که مچندازی و آخرین رشته که در فدراسیون ما بچه ها باش درگیرن و فعالیت میکنن جدیدن هم منظم شده به اون رشته فدراسیون که خودش کراسفیت داره و ده ها رشته شامل هستی استاد امسال تو انتخابات ریاست فدراسیون شرکت کرد موافقا و مخالفای زیادی برای حضور شما وجود داشت به هر حال شما طرفدارای زیادی دارید یه عده معتقد بودن که
استاد یزدان راد اصلا نباید وارد این هیته بشه و از جمله خود من، جایگاهش خیلی رفیعه و شاید نتونه با سیاستایی که وزارت ورزش داره و یا شرایطی که امروز پرورشنده محاکمه در این رشته موفق باشه به عنوان رئیس. و یه عده معتقد بودن که سینه سوخته و استخون ترکونده رشته پرورشندان که در کنارش تحصیلات آکادمیک داره در طول حداقل 3 دهه تو این رشته تو جاهای مختلف حضور داشته، استاد یزدان راده، پس بهترین گزینه است برای ریاست فدراسیون. ولی میخوام از زبان خودتون بشنوم که چه چیزی رو تو ذهن خودتون تداعی کردیم، چه نیازی وجود داشت که شما به عنوان کاندیدا شرکت کردیم و در نهایت هم حالا فارغ از نتیجه‌ای که ایجاد شد الان فضا رو چطوری می‌بینید؟ خیلی ممنون. همونطور که فرمودید اطرافیان خود من از خانواده گرفته تا دوستا و کسانی که با من در ارتباط بودن تقسیم شدن به 2 دسته، مخالف و موافق، که اکثرا مخالف حضور من بودن. گفتن که فایده نداره. گفتم چرا؟ از پیش طراحی شده، چیده شده، نمیدونم مقاما فروخته شده، از این صحبتهایی که تو همه جای دنیا هست. اینا از قبل برنامه‌ریزی شده، با وزیر هماهنگ، با کمیته المپیک هماهنگ، از این حرفایی که بود. ولی من به دلیل اینکه احساس وظیفه میکردم دیدم که خب شرایطی که پس فردا همین دوستانی که مخالف اومدن من بودن بودن آقا در این شرایطی این قشور اشتیاب بود، همه منتظر بودن یکی بیاد کارا رو توی تله بده، مشکلات حل بکنه، این چرا در این شرایط سر آمده؟ چرا در این شرایط نایمدی؟ چرا اون موقع که میتونه تو کاندیچی نایمدی؟ من اومدم خودم رو کاندید کردم، اومدم نامزد این قضیه شدم و اون رؤسای هیئتایی که تو استانا بودن و بعد نماینده‌های ورزشکار تو مجمع حدود 40 تا 45 نفر در هر فدراسیونی هستن که میان رأی میدن. اومد این برنامه هامونه بدون اینکه لابیگری کنیم، بدون اینکه با اینا شروع کنیم تماس پشت صحنه گرفتن، برنامه هامو در شبکه های مجازی اعلام کردم و اونایی هم که منم میشناختن مثل نیوتن برنامه نشد، چون میدونستن که من برنامه محور هستم. به دلیل اینکه ما در سالهای قبل از تاسیس این ورزش این کار یک بار کرده بودیم، این فدراسیون تاسیس کرده بودیم و تمام راه و چاه رو میدونستیم، سختی ها رو میدونستیم، مسائلی که تو مجلس بوده، مسائلی که تو دولت هست، مسائل موانعی که جاهای مختلف و موانع فرهنگی، موانع اقتصادی، تمام این رو میدونستیم. یک بار این کار کرده بودیم از اول انقلاب تا سال 84 و 84 این فدراسیون ما تاسیس کرد و 2 دستی تقدیم آقایون کرد. آقایونی که الان تو فدراسیون تشریف دارن اینا مهمانای ما بودن، اینا کسانی بودن که ما که وزارت ورزش اون موقع سازمان تایبندی خواهش کردیم که بیان به ما کمک کنن، ولی بعد از 4 سال عذر ما رو خواستن، ما رو گذاشتن کنار و یه سیستم حاکم کردن تو این ورزش که در این حالی که میبینیم این ورزش موج گرفته، گسترش پیدا کرده، در خطوط جامعه اینقدر نازش پیدا کرده و همه خوشحالن که وارد این ورزش میشن، ولی این مشکلی که اینا ایجاد کردن اینجا سوء مدیریتی که من تا الان انتخابات تموم شده الان انتقاد میکنم، به عنوان انتقاد نمیکردم، سوء مدیریت آقای مخصوص در 4 سال اخیر باعث شده که ما تیم ملی مشخصی نداشته باشیم. یک یعنی الان نمیدونیم ما فدراسیون IFBB هستیم، با فدراسیون جهانی یا WBBF یا UBBF یا WFF یا WBPF، یعنی الان یا NBBF، یعنی حدوداً 10 تا 20 فدراسیونی که ممکنه مال 2 کشور باشه خودشون فدراسیون جهانی معرفی کردن و این همشون بحثن به کانونه قدرت در داخل و این کانونه قدرت در داخل که وصل سیمش به مسائل اقتصادی متصل به همین 3-4 نفری که تو فدراسیون ما ریاست و نایب رئیسی و اینا دستشونه و دارن و کمیته داوران و کسانی که تو این 4 سال اونجا که تونستن ورزش ما رو به اوج نابودی کشوندن. و این چیزی که شما اینجا دارید میبینید و متقابل کشوری هم که هستش، اینو چیزش مردمیه، مردم باید تو این ورزش بمونه، فدراسیون که باید نشه. فدراسیون الان شما برید با دونه دونه بچه های توی این سالون مصاحبه کنید، برید کدومشون راضی هست؟ داورا راضی هست از حرمتشون؟ یا مدیریت روی این داورا، مدیریت روی این تیمای ملی مشخصه؟ اصلا مشخصه کلاس مربیگری چه کسانی برگزار میکنن؟ فدراسیون وظیفه‌اش چیه؟ فدراسیون وظیفه نرم افزاری داره، برگزاری کلاس های مربیگری و داوری و تشکیل تیم های ملی. الان تیم های ملی سفاری کرده، افرادی شرکت های خاصی تیم های ملی میبرن خارج
تیم ها رو میبرن خارج، یه تیم سر از هند در میاره، یه تیم سر از سریلانکا در میاره، یه تیم سر از اسپانیا در میاره، یه تیم تو دومینیکنه، یه تیم تو آفریقای جنوبیه، یه تیم تو هنگ کنگ، یه تیم تو هنده، تو بخشای مختلف هند تیمای مختلف ایرانی دارن مسابقات جهانی میدن. مسابقات سطحش از مسابقات کرج پایین تره. یعنی به جرأت میگم کسانی که تو مسابقات استان البرز اول میشن میتونن در سطح جهان مطرح باشن، ولی اینا مفهوم میمونن، اینا تو اردوهای تیم ملی راه داده نمیشن. ولی یه بار میبینی نفر هفتم اینا یه نفری که در مسابقه شرکت نکردن رفتن توی شرکتی توی خیابون قرارداد بستن اومدن بدون 20 میلیون پول ریختن به حساب اون شرکت، بهش مایو دادن، رنگ دادن، لباس دادن، برداشتن فرد بردن آفریقای جنوبی مسابقه شرکت کرده برگشتن برداشتن اینجا عنوان قهرمانی. اینه کی باعث میشه؟ رئیس این فدراسیون که تو شورای برونمردی اجازه میده اینه ترسیب شه، رئیس فعلی فدراسیون که با منم تو انتخابات رقابت میکنه. و من شب انتخابات متاسفانه من الان یه حرف رو میدارم چون بر اخلاقی های انتخاباتی ها اگر چون میگفتم گفتم به خاطر انتخابات داری هر کنم در شب انتخابات متاسفانه مجمع انتخاباتی که صبح شنبه باید برگزار شد شب شنبه توی هتل قضایی برگزار شد و شب جمعه توی هتل دیگه برگزار شد و زیر میز از چیزایی که پخش میشد روی میز که از زیر میز یه تقریب روی میزی شده و متاسفم برای روایت و حیات های استان ها، متاسفم برای کسانی که اونجا رای دارن بودن، چون رای که دادن مسئولیت داره این رای و بعد از این افرادی که بعد از این رای دارن اومدن بیرون و به من سعی دارن و من پشیمونی متاسفم که فرصه در دست دارن، نه اینکه به من رای بودن، ولی خودشون میدونن این رای رو چجوری به راحتی این رای امانت رو تقدیم این کسانی کردن که این ورزش رو رو به نابودی برن، جز منافع شخصی توش نمیبینن. و منم آینده این ورزش رو از حیث این که در بین مردم هست روشن میبینم، ولی از حیث مدیریت و حرمت ها خیلی فتتش پایین میشه. خب حالا حرفایی که شما زدین یه جنس تازه‌ای بود، هرچند که تو جای دیگه نوع دیگه گفته بود، ولی راهکار چیه؟ الان آقای پورعلی‌فر رئیس فدراسیون شده، اعلام شده، اگر الان بخواد مسیر صحیحو بره به نظر شما، یعنی آنچه که حالا شما معتقد هستین که الان به نوعی سوء مدیریت شد، من میگم اوکی الان آقای پورعلی‌فر انتخاب شده به عنوان رئیس فدراسیون، خوب یا بعد اعضای مجمع بهش رأی دادن با 51 رأی اگر اشتباه نکنم، درسته؟ 22 رأی معذرت می‌خوام، 22 رأی به 19 رأی، بله معذرت، تقریبا 51%. یه لحظه اشتباه، خب ایشون هم رئیس فدراسیونه، به نظر شما اون نقاط اصلی که میتونه روش مانور بکنه و کار بکنه تا از این مسیر فاصله بگیریم و حالا به نوعی بهتر عمل بکنیم تو مدیریت چیه؟ چه پیشنهاد؟ ببینید اولا این انتخابات نبود، انتصابات بود و نبیفر دولا پیش آقای شهنازی خودش با لابیگری اومده رو کار و تعجب کردم اونجا دیدمشون و آقای شعبانی بهار معاون سازمان ورزش تعجب کردم، اینا پشت صحنه داشتن طی چهار شنبه پنج شنبه جمعه سه روز تعطیل داشتن میچیدن آرای فدراسیون رو، متاسفانه برای این دو نفر و این دو نفر رأیشون دادن به آقای پورعلی‌فر و آقای پورعلی‌فر به دور دوم کشیدن نجات پیدا کرد و رئیس فدراسیون شد. این ریاست من تبریک نگفتم که تونی حالا تبریک، برای اینکه این ریاست واقعی نیست، این انتخاب منتخبین منتخب منتخبین هده یا منتخب کردن قبل از عنوان رئیس هیئت ریاضی استان. ببین دقیقا اینطوریه، 20 سال تو ورزش ایران اتفاق میفته، رئیس هیئت سیت استان میان اونجا میشینن، 10 نفرم به عنوان ورزشکار و نماینده کمیته المپیک، نماینده سازمان تربیت بدنی، نماینده وزارتکار، نماینده نیروهای مسلح و نماینده ورزشکار، نماینده مربیان، اینها با پیشنهاد رئیس فدراسیون اونجا میشینن. یعنی میشه 40 نفر، 40 نفر عوامل خودشون نشستن به خودش رأی میدن. ببین چه انتخاباتیه، انتخاب منتخبیه که منتخب منتصبینه. یعنی من تو خانوادم بشینم به پسرم و دخترم و خانمم بگم خب به کی رأی میدی رئیس این خونه باشه؟ خب معلومه به من رأی میدن. یعنی من شما میفهمید که نماینده مربیان و ورزشکار اینا رو خود فدراسیون انتخاب میکنه؟ خود فدراسیون با لابیگریه پشت صحنه‌ای که با وزارت ورزش معاونت همگانی وزارت ورزش شد، چون وزارت ورزش روز سه‌شنبه کاندیداهای دیگه معرفی کرد، روز سه شنبه 2.5 نصف شب یه نفر اضافه شد به کاندیدا، 3 نصف شب یکی دیگه اضافه شد، 4.5 صبح سایت ورزش یه حکم حذف میکرد، 5 صبح یه نفر اضافه میکرد. یعنی واقعا افتضاحی که
متأسفم برای این وزیر ورزش و این معاون وزیر ورزش که افتضاحی که از تاریخ ورزش اینا بند نوشته میشه. انتخابات فدراسیون ما بین سه شنبه تا پنج شنبه 5 تا کاندید بشه اضافه شد و روز مجمع جز اینکه آجیل بخورن و میوه بخورن و برنامه رو از کاندیدا توجه نکنه هیچی نبود. اصلا جایی برای نشستن ما نبود که کاندید بوده و هر کسی رفیقای خودش رو آورده تو مجمع و بعدا راه میرفتن و لابیگری میکردن. و حالا بگذاریم، اصلا این من میگم عزمی تو کشور نیست که این کشور بخواد اصلاح بشه در همه امور. حالا من به بچه دیگه کاری ندارم، در امور پرورش اندام میگم عزمی اگر باشه که اصلاح بشه اون خود فرد باید خودش آقای رجبت خودش باید با خدای خودش خلوت کنه. حالا که انتخاب شده انتخاب منتظبینه، انتخاب جعلی شده، اصلا منصوب شده، رئیس فدراسیون شده، باید با خودش خلوت کنه. میخوای ورزش درست کنی یا نه؟ اگه میخوای منافع شخصی خودت و دوستای خودت رو ادامه بدی و این ورزش روی ویدیوهای بره که داره میره و از چه سالهای آینده میبینیم این بیراه رو ادامه بده. اگه میخوای درست کنی آقای پرایفر، من به عنوان خاک مرده این ورزش که خود من شما رو آوردم توی این ورزش و بچه ها معرفی کردم و اشتباه کردم، اگه میخوای درست چه در جواب شما، اول کمیته مربیان رو اصلاح میکنی، کمیته دخوران و کمیته آموزش. شروع اصلاح از آموزشه، یعنی شما باید کلاس های مربیگری و سمینارها همشون نمره داشته باشه، حضور در کلاس ثبت شده باشه، تمام حکمای مربیگری که تاکنون دست بچه ها داده شده با پولای زیرمیزی با رشوه های آنچنانی، کسانی که با تیم های ملی رفتن تمام حکماشون بازبینی بشه، یه عزم جدی سربرگاه فدراسیون عوض شه، حکما تمام باطل اعلام شه، از اول رئیس کمیته آموزش علمی ما هم که نه، ما که کناریم، ما اصلا راه ما از ورزش از مدیریت ورزش جدا کردن. سر این انتخابات افتخار من بود که این مجمع به من رأی نداد، حتی یک رأی، چون این مجمع رأی نداد من برای من سربلندی بود. من که راه من مدیریتی ورزش جدا کردم، دارن در کنار ورزش فعالیت رو میکنم، من که نه هزاران نفر مثل من داریم کار خودمون میکنیم، وظیفه انسانی مونه. حالا که شما سکان دستتونه، به قول معروف افسار دستتونه، اگه میخواییم پترهای خودتون، خانواده خودتون، بچه های خودتون گرفتار این مسئله نشن، از آموزش باید شروع کنیم، کلاس های مربیگری درستش کنیم، آینامش که خود ما نوشتیم تحلیل شما طبق آینامه عمل کنیم. کسانی که 3 سال مربیگری کرده باشن بعد بیان درجه 2، کسانی که 3 سال درجه 2 رو انجام دارن بیان درجه 1، کسانی که 8 سال گذشته باشه بعد بیان برن کلاس های بین‌المللی ببینن. ما الان چند داور بین‌المللی فوتبال داریم که توی پرورشنامه 300 داور بین‌المللی شما تربیت کردیم توی 1 سال حکمشون داریم. کسانی که اصلا داوری تا حالا نکردن، داوری درجه 3 نداشته، الان داور بین‌المللی هستن. کسانی که توی یک باشگاه انقباض ایزوماتیک و انقباض ایزوتونیک رو نمیتونن اصلا تشخیص بدن، نمیتونه یه نفر پیکر سنجی بکنه، اون که مربیگری بین‌المللی شو بالای سرش زده، اون برای بالای سرش نمیکنه، یه حکم بین‌المللی مربیگری میگه، این برای نگاه میکنه یه حکم لاتین، این برای نگاه یه حکم فدراسیون ما. یعنی 10 تا حکم یه نفری داره توی فدراسیون ما که توی باشگاه نشسته از فدراسیون تایید شده که هیچ کدوم دوراهشو ندیده. و اگر اینا رو بیاری ازشون سوال بکنی جواب نمیتونم بدم. پیشنهاد مشخص من در جواب شما اینه که در خصوص داوری، داوری بین‌المللی و درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 رو در کلاس های 1 روزه، نیم روزه، 2 ساعته بیارن، 20 سوال بذارن جلوشون، هر چی 20 سوال داوری جواب داد حکمش تمدید کنن. اگر چیزی نمیدونه معلومش که این حکم توی میوه فروشی گرفته یا زیرمیزی با یه پایی که موتور رفته در ازش پس بگیرن یا حکم باطل اعلام کنن. در حکم مربیگری هم پیشنهاد مشخص من اینه که سمینارهای هفتگی که الان داره تو پارک ها برگزار میشه و جای مختلف برگزار میشه خود فدراسیون برگزار کنه، نه برون سپاری نکنید، شما حق ندارین این کارو بکنین، کلاسی که موظف این آموزش مجانی به مردم بدین مگر اینکه پول اون سالن بخواید بگیرید از مردم، یعنی یه سالن رو اجاره کنین 5 تا 10 تا اون پولش تقسیم کنین بین 100 نفر شرکت کننده، بگید نفری 100000 تومان بدین. شما حق ندارین 1 میلیون تومان اراده و میلیون تومان از افراد بگیرین برای کلاس های هفتگی. یعنی یه نفر بخواد 10 تا اوک داشته باشه بعد 20 میلیون تومان پول بده، اونم فدراسیون نیست. فدراسیون میاد اجازه میده به یه شرکت بیرون، یک فردی بیرون میگه این کلاس مربیگری رو در فرهنگسرای محله فلان بذار، اون کلاس میداره 800000 تومان. فدراسیون سرزمان خودشو میگیره 700000 تومان، بقیهش میره تو جیب اون شرکت و اون کسی که تو فدراسیون قولش داده
پشت هم با هم بستن زیر بوش و متاسفانه اینو باید از دست برمان سپاری بگیری چون تلویزیون کار دیگه نداره تلویزیون موظف همین کار رو انجام بده بقیه رو که وزارت ورزش داره انجام بده تلویزیون باید تیمای ملی تشکیل بده و فدراسیون باید کلاس‌های مربیگری رو برگزار بکنه برگزار کنی توی فدراسیون یا توی سالن برگزار کنی همون تعرفه‌ای که وزارت ورزش و جوانان تنظیم کرده بگیری و حجمای مربیگری درجه 3 رو شروع کنی درجه 2 درجه 1 و پیشنهاد هم اینه که بازم قبلا هم که فدراسیون بوده میکاره کردی به کسانی که 3 بار قهرمانی کشور گرفتن یا 1 بار قهرمانی بین‌المللی گرفتن حکم مربیگری افتخاری بهشون بدی درجه 3 ولی برای درجه 2 قهرمان اول جهان باشه باید بشه الان چطوری که فوتبال به هیچ معنی فدراسیون فوتبال اجازه نمیده اجازه نمیده جادوگر فوتبال ایران علی کریمی تا حکم مربیگری نداشته باشه نمیتونه مربی یه تیم لیگ برتر بشه و ایشون رفت گرفت و وحید هاشمیان رفت گرفت و علی دایی رفت گرفت اگر نداشته باشه نمیذاره بشینه چرا فدراسیون ما اینطوری میگه باید بچه‌ها قهرمان باشن کلاس‌ها رو دورهای دورشون رو گرفته باشن بعد بیان بشینن به هر صورت امیدوارم که آقای پرنیفر به خودش بیاد و تیمشو حتی تیمی هم نیستن اینا کلن دو نفرن با همگی رن تلیسی رو بچرمونن بقیه همه شون در حقیقت به قول عوام سر کارن امیدوارم به خودشون بیاد و تا موقعی که خدا بهشون فرصت داره دوباره چهار تا به تو فرصت داره استعداد شروع کنه استعداد هم فقط از راه آموزشه و اینکه یه سری بچه‌هایی که ترک شدن زده شدن نه من که اصلا من نمیگرم تو سیستم بچه‌هایی که زده شدن تو خونه ها نشستن ازشون استفاده کنید از نظرات کارشناسی از نظرات انتقادیشون استفاده کنید و فدراسیون رو نجات بدید خیلی حرفای خاصی بود قاعدتا باید حق پاسخگویی رو براشون قائل باشیم من از همینجا میگم که حتما آقای پورعلی فرد یا نماینده فدراسیون هم اگر بخواد میتونه پاسخ اون صحبتهای استاد عزیزم آقای یزدان رو راد بده به هر حال ما فقط منعکس میکنیم ولی در نوع خودش بی‌نظیر بود فکر میکنم اولین بار بود که این صحبتها رو آقای یزدان راد به این صراحت مطرح کردن و به شخص امیدوارم که یه بخشیش سوء تفاهم باشه یعنی همه این حرفا صحیح نباشه و یه بخشش مال این باشه که مثلا میگم فدراسیون اترسانی خوبی نکرده باشه و این ذهنیت ایجاد شده باشه امیدم اینه ولی خودم حالا امروزم که صحبت میکردیم گفتم که بالاخره آقای پورعلی فرد یه خانواده ای رو مدیریت کرده تو این چند سال که فکر کنم اگر کسی دیگه بود حاشیه‌اش خیلی بیشتر میشد حالا یا کاریزمای شخصیتیش یا هر چیز دیگه ای یه جورایی این فدراسیون رو یا کسایی که زیر مجموعش بودن و به نوعی نگرد داشته و از یه طرفی هم یه موزلی از امروز یکی دیگر دوستان به من میگفت گفتش که آقای میری خیلی از این افرادی که در حضور آدم برخورد خیلی مناسب و خوبی دارن و با ما صحبت میکنن در جای دیگه دقیقا متضاد این برخورد رو دارن مثلا اگر میان میگن که امروز میگن مثال میگم اگر آمینو وی بخوری برای بدنسازی خوبه اما جای دیگه که میرن به اقتضای فضا و زمان میگن آمینو برای کلیه مخربه حالا قضیه اینم هست یه بخشی از این آدم ها هم هستن که اصلا انگار منافعشون فقط در قالب اینه که به قول شما مجیزی از یه مسئولی بگن واقعیت قضیه رو جور دیگه منعکس کنن یا در هر فضایی یه جوری صحبت کنن من امیدوارم اونم انشالله اصلاح بشه از شما ممنونم خیلی متشکرم دوباره با صبر و حوصله وقت گذاشتید. جسارتا خواهش می‌کنم. بحث فرهنگیه یعنی من به بچه‌های ما نیست. در همه جای این کشور اینطوریه که به دلیل اینکه شهر وظایف تقسیم نمیشه و افراد در سر جای خودشون نیستن افرادی که میان جای افراد دیگر رو بگیرن و افراد شایسته در جای خودشون نیستن اون افراد مجبور میشن برای موندنشون برای بقایشون این مجلس رو بگن به دلیل اینکه اصلا کلن بشر فلسفه بشر مبتنی بر سود و لذته یعنی هر کسی میخواد یه سود و لذت از زندگیش ببره ولی تنها چیزی که میتونه کارو درست کنه مرزبندی قانونیه یعنی این مرزا تشخیص داده بشه سر وظایف مشخص بشه دیگه هیچ کس از سطح خودش بالاتر نمیره و بقیه رو حذف نمیکنه دلیل این که بعضیا مجلس میگن و میگن آقا فدراسیون خیلی خوبه عالیه چه فدراسیون منظم ولی میان بیرون جز منتقدین هست بعد میگیم چرا تو من نمیگم نه من نمیتونم صحبت کنم من ادابری میذارم کنار من نمیتونم صحبت کنم من از تیم ملی خط میزنم من نمیتونم صحبت کنم من از فردا
پس فردا حقوق من قطع میشه، نمیدونم حقوق بیرونم قطع، حقوقش این دست پدوتیون میزدن، اصلا پدوتیون که حقوق نمیده، ولی شرایطی فکر میکنن ایجاد میکنن که اینا بایکوت میشن، یعنی فکر نمیکنن که روزشون دست خدایه، فکر میکنن روزشون دست رئیس پدوتیونه. قبول دارید که همینه؟ قبول دارید که همینم یه برایند غلطی حتی به رئیس فدراسیون هم میده؟ بله، کسی که دور و بر خودش دو نفر سه نفر میذاره، یکی سامسون میشه بگیره، یکی کلید ماشینش رو روشن کنه، یکی برش براش بنزین بزنه، یکی بره براش خونه بخره، یکی بره بلیطاشو ردیف کنه، در حالی که خودش باید کارو خودش انجام بده. امبش مجتمع میشه، اصلا از همینجا دیکتاتوری شکل میگیره در هر جا، تو فدراسیون ما و در جای دیگه. یعنی این آزادی عمل سلب میشه و این افکار خوبی که میتونه پرورش پیدا کنه تو محیط ورزشی فرهنگی اینا از بین میره و چی میشه؟ نه مسیر نقض غرض رو میره، مسیر روح به چون ما ورزش میکنه که روحمون تعالی پیدا کنه، نه اینکه مجید خوب بشیم دست سرمون پایین باشه، بله قربان خوب بشیم پاچه خار بشیم. اکثر قهرمانای ما رو تبدیل به پاچه خار کردن. اصلا من به حکمه مربیگری داوری هیچی کاری ندارم. رئیس فدراسیون ما بیاد توضیح بده در یک مناظره، در یک برنامه تلویزیونی برای ما توضیح بده چطوری بچهای برنامه و بچهای برنامه شما ده ها هزار بچه ها رو پاچه خار کردن، چرا در هر حسین همه سراشی پایینه هیچ کی لام تکام نمیتونن، چرا من فقط حرف میزنم؟ من یک بار سال 94 رفتم تلویزیون شبکه، یک بار سال 95، یک بار سال 93، 94، 95، سه بار رفتم، این سه بار 30 بار منو داد سلام رفتم. همین آقای رئیس فدراسیون بعد رئیس کمیته آموزشی بعد دبیر فدراسیون و نایب رئیس فدراسیون با شکایت های مختلف از این دادتره به اون دادتره، از این دادتره اونم چی؟ به خاطر یک موضوع خاص بوده، مثلا در تو که مربیگری بوده، به در خصوص اومدن یه قهرمان جهان به ایران بوده که میگفتم چرا پولاش به حساب فدراسیون ریخته نشده، بعد من کشوندن یه دادترهایی که دادترهای ارادولوباش بوده، دادتره ارادولوباش به دادتره یه قهرمانی که انتقاد رسمی فدراسیون کرده چه ارتباط داره؟ من رفتم تو تهران پارس ببینم با دستبند و پابند افرادی که مواد مخدر گرفتن نشستن، منم بغلشون نشستم میگم من برای چی اینجا؟ میگه فدراسیون برنامه‌ریزی از شما شکایت کرده، برای اینکه تو تلویزیون شبکه 6 شما اومدی گفتی که پولای کلاسای مربیگری برای چی میره تو دفتر کیک که شرق تهران یا غرب تهران؟ خب با این تفاصیل من میگم توی دادتره اینجا چیکار میکنم؟ این دادتره تخصصی ما رو اراده رو باشه. خب با این تفاصیل که استاد دوباره شما رو اینجوری دادتره میگم، بله من آمادگی دارم، من که عیارم تا آخرش هم وایسادم، الان تو چیزی نگفتم. رئیس فدراسیون میتونه شکایت بکنه، میتونه ادامه صحبتش تو همین برنامه شما بده، هر چه شکایت کنه من مستنداتو میگم، مستنداتم تو ذهنمه، رو کاغذم نباشه من حاضرم گردن از زیر گیوتین بره، ولی حرف همون میزنم و مطمئن باشین شما این دوربین رو ببرین وسط مردم با این بچه های پرورشان با این قهرمان ها داور ها یک ها یک صحبت کنین، یک ها یک حرف من رو تایید میکنم، ولی اگر چشماشون رو بگین صورتشون نشون نمیدیم 100% صحبت های من رو میکنم، صورتشون نشون بدی 50%، اگه لباس رسمی پوشیده بودن میشن 10% ممکنه حرف بزنن، ساکت میشنن، چون اینا رو کاملا تو گروه های مجازی بایکوت میکنن، چه برسه اینکه حقیقی تو فدراسیون راهشون نده. الخیر و فیما واقعا از شما ممنونم، طولانی شد، یه مسابقه خیلی خاصی شد، ولی میگم باز به هر حال چون اسمی از رئیس فدراسیون اومده، از خود فدراسیون اومده که شخصیت حقوقی داره، کاملا این حق رو بر آقای پورعلی فرد و فدراسیون باید قائل بشیم که پاسخگو باشن و در این خصوص جواب بدن. از شما ممنونم که وقت گذاشتین، لطف کردین به بنده و بیننده ها، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. ممنون، متشکرم، دست شما در نکنیم، متشکرم، خواهش میکنم.